Mr. Secretary General, thank you very much for your time. آقای دبیرکل تشکر از حضور شما. بانوان پرسش نخست میخواهم بپرسم که حملات سبز بر آبی به گونه بی‌سابقه در حال افزایش است. این حمله ها رابطه میان نیروهای خارجی و افغان را به کجا میبرد؟ Obviously, the insider attacks are a matter of concern. واضحا حملات درونی نگرانی های ما را با همراه داشته است و ما برای جلوگیری از آن هر چی که بتوانیم انجام میدهیم. اما می خواهم تاکید کنم که این رویداد دلخراش رابطه میان نیروهای خارجی و نیروهای افغان را تعریف نمی کند. اجازه دهید که با شما یادآور شوم که روزانه بیشتر از 100 هزار نیروهای خارجی با 350 هزار نیروهای امنیتی افغان همکاری می کنند و این رابطه روزمره بر بنیاد اعتماد و خودباوری استوار است. آقای دبیرکل، فرماندهان شما روند آموزشی نیروهای پلیس محلی را در واکنش به این حملات متوقف ساختند. این یک واکنش بسیار جدی است. آیا ما انتظار واکنش‌های جدی‌تری را در صورت ادامه این حملات داشته باشیم؟ That's an American decision as regards American training. این یک تصمیم آمریکایی است که بخشی از آموزش‌های نظامیان آمریکایی برای پلیس محلی افغان بوده است. آیسف و ناتو در روند آموزشیش برای نیروهای افغان چنین واکنش نشان نداده است. ما پیش از این روند ارزیابی نیروهای افغان را آغاز کرده ایم و با آن شدت بخشیده ایم. و فرماندهان ما وضعیت را بررسی می کنند و برای جلوگیری از این حملات هر گونه واکنش لازم را نشان خواهد داد. زیرا این حملات تهدید برای ضعیف ساختن اعتماد میان نیروهای افغان و خارجی است. ما اجازه چنین کار را نخواهیم داد. زیرا ما نیازمند به همکاری یکدیگر داریم و آنان را باید آموزش دهیم تا مسئولیت‌های امنیتی را تا پایان سال 2014 به آنان بسپاریم. انتظار شما از دولت افغانستان چیست؟ I would expect the Afghan government to take all necessary steps. من از دولت افغانستان انتظار دارم تا تمامی گام‌های لازم را برای جلوگیری از حملات درونی بردارد. ادامه برنامه‌های آموزشی نیروهای افغان از منافع قوی دولت افغانستان است تا ما به گونه‌ای تدریجی مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان بسپاریم. و این روند تا پایان سال 2014 به پایان برسد و پس از سال 2014 ما با افغانستان متعهد خواهیم ماند و با آموزش، مشوره و کمک‌های نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهیم داد. دولت افغانستان ظاهرا امیدش را از روند انتقال از دست داده است. مقامات دولتی افغان حتی در مراسم انتقال مسئولیت نیز شرکت نمی کنند. آیا روند انتقال بر افغانستان تحمیل شده است و یا هم بر ناتو؟ The transition process is approved by the Afghan government. روند انتقال توسط دولت افغانستان منظور شده است. این مربوط به رئیس جمهور کرزی و مقامات افغانستان است تا ولایت‌های تازه را برای انتقال معرفی کنند. پس اساساً این یک روندی است که توسط دولت افغانستان رهبری می‌شود. و واضحاً آیسف و ناتو به گونه جدی در آن دخیل است. زیرا عملی شدن انتقال به سود ما نیز می‌باشد. و ما باید مطمئن شویم که نیروهای افغان می‌توانند ظرفیت‌های لازمشان را نگه دارند و مسئولیت رهبری روند امنیت را به عهده گیرند. ناتو برای فرونشاندن تنش‌های در حال رشد در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان چه نقشی را می‌تواند بازی کند؟ These tensions are also a matter of strong concern. این تنش‌ها نگران کننده است. ما از طرف‌ها می‌خواهیم تا برای کاهش این تنش‌ها تلاش‌های نهایی خود را بخرج دهند. همکاری‌های سازنده میان افغانستان و پاکستان به سود هر دو کشور است تا بتوانند با تندروی‌ها و هراس‌افکنی در بخش‌های مرزی مبارزه کنند. فرماندهان آیسف در همکاری‌های سه‌جانبه میان پاکستان، افغانستان و آیسف درگیرند تا فعالیت‌های ما را در بخش‌های مرزی هماهنگ‌تر سازد. تشکر آقای راسموسن.